پرسیدم از الهلال چرا قامتت خم است؟ آه کشید و گفت که ماه محرم است. امام حسین علیه السلام چون از بعض نقاط بالایشان نیزه و شمشیر از درد حمله میکرد، اما امام حسین علیه السلام نماز ادا کرد. ما حتی در افغانستان در تمام دنیا که چنگ هم جور میدادی از دیر خون فرار است. این که میزند به سینه مادر کیست بار الله؟ یعنی ما تنها گریه نکردیم، پیغمبر هم گریه کرد. هنوز امام حسین زنده بود که پیغمبر خدا این حسین است. شد جدا از بدن او سر او، خفته در خون بدن اطهر او، خون به جوش آمد از هنجر او. پرسیدم از الهلال چرا قامتت خم است؟ آه کشید و گفت که ماه محرم است. هموطن عزیز سلام و خسته نباشید. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشید. و بازم مسعود جامعه با تیم دوزاران کابل از منطقه تکیه‌خانه عمومی چندول شهر کابل در خدمت شما هستم. جا داره که بازم تسلیت عرض بکنم به تمام مسلمانان دنیا و خصوصا مردم افغانستان، پیروان و عاشقان اهل بیت و امام حسین علیه السلام. امیدوار هستم که همتون جور باشید و هموطنای ما، عزیزای ما که در هر گوشه و کنار هستن، مسلمان ها عزادار هستن و در سوگ امام حسین سوگواری میکنن. دوم محرم وقتی هست که امام حسین به طرف کربلا حرکت میکنه. زمانی که در کربلا میرسه و از همراهان میپرسه، کسی که نامش فعلا فراموش ما شد متاسفانه، میپرسه که ما کجا هستیم. میگن که دشت کربلا است و یا هم منطقه کربلا است. اینجاست که امام حسین خاک میبوسه و میگه که جبرائیل به جد محمد پیام داده که کربلا جایی است که امام حسین شهید میشه و به حق میپیونده. رو به طرف اهل بیت میکنه و چشمایش اشک جاری میشه. اینجاست که از چهار طرف محاصره لشکر یزید بالای امام حسین بیشتر و بیشتر میشه تا امام حسین تسلیم شود. اما امام حسین اصلا حرف به لب نمیاره و از تسلیم شدن و بیعت کردن اصلا چیزی نمیگه و تاکید میکنه که باید دفاع بکنیم و منتظر هستیم که جنگ آنها آغاز بکنن نه ما. دمی اسنا یک اسبی از دور میرسه و اهل بیت هم متوجه میشن که یکی از پیامی است که از حاکم کوفه میرسه و امام حسین و امو شخصی که امرایشان است پیام به او شخص میرسانه و پیام رسان امام حسین میپرسه که کی است، پیام از چی است. جانب مقابل هم پیام به امام حسین میگه و میگه که در پیام چیزی نوشته شده بوده که باید خودت معذف هستی که امام حسین به کربلا نزدیک بسازی، جایی که نه آب باشه و نه امکانات، و تا امام حسین از مبارزه و از شهکاری دست بکشه و بیایه بیعت بکنه. و داستان خیلی دراز است که انشالله امروزا ما کوشش میکنیم که آنچه که در روزهای محرم اتفاق افتاده با شما ایزان ارائه بکنیم و تقدیم بکنیم. بازم هموطنا و عزادارایی که در چندول هستن آمادگی هایی گرفتن، در هر گوشه و کنار سقاخانه های جور کردن و خوب است که جا داره تشکری بکنیم از امارت اسلامی هم که در قسمت تامین امنیت تکیه خانه ها با وطنداران ما همکار هستن و تدابیر شدید امنیتی هم اتخاذ شده. و هموطنا ما عزادارا و سوگوارا در تمام تکیه خانه ها سوگواری میکنن و سوگواری امام حسین به یک مردم و یک قوم و یک قبیله و یک مذهب که مربوط نمیشه. این برمیگرده به تمام مسلمان ها و همه مسلمان ها به محرم و به خاطر شهید شدن امام حسین و اهل بیت و یارانش سوگوار است. پس تا آخرین دقایق برنامه همراهی میکنید و ببینید که وطندارا و عزیزای ما که در اینجا مصروف هستن و عزاداری میکنن و
یک تعداد ظاهرین هم آمده روان است، خانم ها و آقایان همشان و هر کدام تکیه خانه داخل میشن و سوگواری میکنن. در کنار ما هموطن ما یک جوان است که در دروازه استاد است و از ظاهرین پذیرایی میکنن. سلام الله. سلام علیکم برادر. خوب باشی سر شما. بخیر باشی، سلامت باشی، زنده. بخیر و سلامت باشی. خوب است که یک تسلیت عرض بکنم به شما و به تمام مسلمانان دنیا که سوگوار هستند و در سوگ امام حسین شهید اما سوگواری میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده صابر حسین غفوری است، یکی از خدمتگزاران و فراشان آقا عبدالله حسین. بسیار خوب لالایم، چطور است مراسم هموطن ما؟ قسمی که میبینیم از هر گوشه و کنار ظاهرین میان و بخاطر سوگواری و غم شریکی و عزاداری. بله، محرم امسال بسیار خوب است، تا فعلا خوب پیش میره. دیگه قسمی که شما میبینین مردم از میان بخاطر عزاداری دم تکه خانه عمومی چندول و ما همینجا مصروف همو هستیم که مردم را چک کنیم و ازشان پذیرایی کنیم به حساب امنیت همینجا استاد هستیم. بله. چطور است از سالهای گذشته که چقدر باشکوه‌تر است و وطن‌دارا و اینا اشتراک میکنن و من در سوگواری؟ بله، سالهای گذشته که چون شورش حسینی میگن این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چیشم است که جانها همه پروانه اوست. ای شورش حسینی که است، اما سالها به این شورش اضافه شده میره و عزاداران حسینی زیاد شده میره و امسال خوب است، از امنیت خود راضی هستیم، فعلا خوب است. از سالهای قبل هم که امنیت ما خوب است، سالهای قبل که بود دشمنان اسلام، دشمنان امت مسلمه ما و شما بسیار دیگه توسط دهشت و چیزهای خود مردم ما و شما رو میترسون و تا فعلا که امروز اول محرم است و امنیت تا فعلا خوب پیش میره. بله، ان شاءالله که تدابیر امنیتی از سوی امارت اسلامی و حوزه اول مربوطه، حوزه اول است مصاحبه فکر کنم که خوشبختانه بگویم ماشاءالله خیلی تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و ظاهرین و کسایی که عزادار هستن به خیال راحت میان و عزاداری خودم. بله، وجه داره که ما از حوزه اول امنیتی پلیس و از تمام برادرای امارات اسلامی خود تشکر کنیم که در احساس امنیت ما خیلی کوشش کردن، خانشان آباد و امنیت ما رو به وجه احسنش تامین کردن. بله لالایم، از مکتب امام حسین کسایی که پیروش هستیم چی آموختیم و چه توانستیم این درس هایی که از مکتب امام حسین آموختیم در زندگی خود پیاده بکنیم؟ بله، مکتب امام حسین که از یک دنیا عالم است، یک مکتب است. ما باید از امام حسین علیه السلام آزادی را بیاموزیم، انسانیت را بیاموزیم، فداکاری و رشادت هایی را بسیار آموختیم که ما باید به مردم خود امام حسین علیه السلام قیام کرد به خاطر همی که ما تا فعلا سرفراز باشیم، تمام مسلمین به خاطر همی قیام کرد که ما به انسانیت خود پایبند باشیم، به نماز خود. اصلا همی قیام امام حسین به خاطر همی نماز بود. در روز دهم محرم امام حسین علیه السلام چون از بعض نقاط بالایشان نیزه و شمشیر از هر طرف حمله میکرد، اما امام حسین علیه السلام نماز ادا کرد. ما از بین همه علی بیت شده بود و دست خدا بلند میکنه که من باید نماز خدا ادا بکنم، نماز ادا کنیم و ما پیروان امام حسین علیه السلام و تمام مسلمین امیر باید بیاموزیم و سرمنشی خود قرار بدیم که اول شور حسینی، اول نماز حسینی، بعد شور حسینی. و امیر آموختیم که باید انسانیت داشته باشیم، با مردم خود خوب سلوک و نیت داشته باشیم و از همه کده به نماز خود پابند باشیم و مکتب حسینی همین چیزایی را آموخت که ما باید امیر را پیشه کنیم و پیش ببریم. بله، واقعی که در کربلا در روز دوم اتفاق میفته، پیامی که به مو شخصی که متاسفانه که فعلا نامش از یادم رفته که امرای امام یک جا میباشم، پیام برش میرسه و میگه که امام کوشش کنیم به جایی ببرین که آب نباشه، امکانات نباشه تا امام بیایه و تسلیم شه و بیعت بکنه، حداقل بیعت بکنه. اما امام حسین میگه که برای ما پیامبر گفته و پیام جبرئیل است که امام حسین در کربلا شهید میشه. بله، اما امام حسین علیه السلام پیش از اینکه در سرای کربلا و اونجا برسه و همه چیز میفهمید و به می خاطر با تمام اهل بیت خود در همین روزا که سال 61 هجری میباشه، دمو سالهای امام حسین علیه السلام حرکت میکنه با تمام اهل بیت خود و با یاران خود، او همه چیز میفهمید که اینجا آب نیست، دیگه نیست. و تمام سپاهی که با امام حسین علیه السلام جنگ کرد، اونم بسیار قیودات آوازه که سر امام حسین علیه السلام، اما بازم اونها کوشش کردن، امام حسین علیه السلام کوشش کرد که همین پیام خوبی را برسانه. و میفهمید که آب نیست، هیچ چیز نیست، مگر بازم با امو قیام خود ادامه داد. با امو چهار طرف محاصره که میشه، لشکر زیاد شده میره، امام حسین از تصمیمی که داشت
یک قدم مقب نشینی نمیکنه و حرف خود باقی میمانه و میگه که من آماده هستم شهید شوم، اما نمیخوایم که با ظلم با یزید استبداد اینا بیعت نکرد. بیعت نکرد، بله امام حسین علیه السلام بیعت نکرد با حضرت باب الواج الله که برادرشان میشه، هیچ وقت بیعت نپذیرفت به خاطر ازمی که ما تا امروز امو پرچم امام حسین و خود آقا حضرت محمد صلی الله علیه السلام و هم بیرقش و رای اسلامش ادامه داد امام حسین علیه السلام، چون همه چیز میفهمید بیعت نکرد با نواغنید، میخواست که امو نفر یزید و با تمام افراد خود که با امام حسین علیه السلام خیلی مذاکرات کرد که بیعتشان رو بگیره، اما بیعت نکرد. بیعت نکرد. خودت که مکتب و پیرو راه امام حسین هستی، چی پیام داری، چی گفتنی داری به دگر عزادارا، به دگر هموطنهای ما، به دگر مسلمان ها که سوگوار هستن، در این روزا باید کدام کارها را بکنن که حداقل متاسفانه بعضی افراد هستن که استفاده جویی میکنن از چنین روزهایی؟ بله ما پیام داریم به تمام عزاداران حسینی و تمام مسلمین که امام حسین علیه السلام، یک نکته را برتان عرض کنم که سوی تعبیر نشه به بعضی کسای، امام حسین علیه السلام تنها از شیعیان نیست بلکه از تمام مسلمین است و پیام ما این است که کوشش کنند در این روزا از مردم خود، از کسانی که میای به عزاداری با اخلاق نیک امرایشان داشته باشه، اخلاق نیک داشته باشه و دست خیر داشته باشه، از نظرات خود باید به با مردم کمک کنه و اخلاق نیکو داشته باشن تا هیچ عزادار حسینی علیه السلام و هیچ کسی باید از پیش از یا خفا و ناراحت نباشه. بله زنده و سلامت باش دالم، قربانت، بخیر باشی، بازم تسلیت عرض میکنم برد. همچنان زنده باشی، سلامت، بخیر باشی. خب هموطن عزیز، اما تو آیسا آیسا میریم داخل و در قسمت پایین هم یک سقاخانه جور شده که هموطنهای ما، عزیزهای ما حوجا سوگواری میکنن و با که بعد از تاریخ پنجم یا ششم محرم است که شربت و آب و اینا توزیع میشه و دی تکه خانه چندین سقاخانه های جور میشه به خاطر همین موضوعات توزیع شربت و عزاداری که جمعن و زایرین. پس آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کنید، ببینید که وطندارا و عزیزای ما بکردیم ماما هم اینجا چند دقیقه صحبت بکنیم، ببینیم که اینا چی آماده گرفتن و چگونه از سوگواری و عزاداری میکنن. السلام علیکم. سلام علیکم محترم جور، بخیر سلامت، ساعتت خوب است انشاءالله؟ قربانتان، ممنون، بخیر و سلامت باشی. اکم پشتر بینه کمی دوست کامرامین ما اشاره میکنه که تصویر درست نمیتن. امروز دوم محرم است، چی آماده یا و چی کار را شما انجام دادید؟ دیگه مراسم خو میبینین این از شروع شده دیگه، کم کم دیگه تا دای محرم دیگه باز بشن انشاءالله، فضل خدا کل چیز ترتیبش برابر است انشاءالله که آهسته آهسته برابر میشه و تنظیم میشه. از مکتب امام حسین، از رشادت ها و فداکاری های امام حسین که در قبال اسلام، در قبال مسلمین کرد و نخواست که در زیر بار ظالم بره و جان فدا کرد تا دامنه و قلمرو و اسلام وسیتر و وسیتر شود، چی بیاموزیم و چی باید بکنیم که ما هم حداقل خدا که پیرو امام حسین میگیم آنچه که امام حسین گفت عملی بکنیم؟ بله درست است، اینمی رشادت و شهادت از امینا بود که تابال به می رقم این اسلام دین پایدار مانده و از بعد هم وظیفه ما شماست که پیرو ختمش امیا باشیم، امیا باشیم و آنچه که اینا گفتن عمل بکنیم. نه اسلام افراد قبول داره و نه هم تفرید، اسلام دین معتدل و میانه است. بله صاحب، به می رقمی که شما فرمودید نه تنها در افغانستان، در سر تا سر دنیا هر جایی که هست مسلمان های عزاداری را اجرا میکنن، تطبیق میکنن و هم از حال مردم از این سوگواری استفاده میکنن که مظلومانه به شهادت رسیدن و این شهادت ها تا بال ادامه داره. ادامه داره. بازم براتون تسلیت میگم لالا، زنده و سلامت باش. تشکر از تو. خوب عزیز دل، شما تصاویر ببینین، زود زود برمیگردم. شد جدا از بدن او سر او، افته در خون بدن اطهر او، خون به جوش آمد از هنجر او، آه این گلوی پار پار هنجر کیست؟ حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چشم است
که دنیا اما پروانه است. بازم خوش آمدید و ما در منطقه چندول هستیم و اینجا یک سقاخانه ای که جور شده. تعداد از هموطنای ما از محسن سفیدا به خاطر پذیرایی از زایرینه که به خاطر سوگواری در تکیه خانه من اینجا نشستن، امروزشون چند لحظه صحبت میکنیم که آی صاحب یکی از جمله کسایی است که سالهای سال است دمی تکیه خانه و دمی روزهای محرم و سوگواری پذیرا و مهمان نواز است. نوش جان آی صاحب، نوش جان. السلام علیکم. سلام علیکم برادر خان. تسلیت باشه، محرم خوب است. مدد پالیتون حسین علیه السلام و تمام ملت افغانستان، ملت مسلمانای جهان تسلیت عرض میکنیم. انشالله که تسلیت باشه و وطندارا و مسلمانای تمام دنیا اما سوگوار هستن و به ماه محرم و به مناسبت شهادت امام حسین. بله ها، این از سالهای سال است که 1400 سال میشه که سال به سالی همونطور گرم میشه. ایوازی که سر چه و گرمتر میشه. در این باره ما حدیث آمد پیغمبر اکرم داریم که در روایات حدیث برادرای اهل سنت و اهل تشیع آمده که پیغمبر خدا گفتان قدر حرارت محبت امام حسین در دل امتم گرم میشه که تا قیامت سرد نمیشه. حالا خودتان مشاهده میکنین سال به سال هر رقمی که میکنن این بند نمیشه، جلوش گرفته نمیشه. خصوصا نسل جوان ما بیشتر با مرام امام حسین، با مو هدف امام حسین آشنا میشن. و این تنها به خاطر گریه نیستی سیاه پوشی. امام حسین خود پیغمبر در زندگیشان بشارت بهشت داده. فقط ما این را از این خاطر تجلیل میکنیم که میگیم دیگه یزید پیدا نشه. درس بگیرن. امام حسین زمانی که در کربلا میرسه و همراهایش پرسان میکنه که منطقه کجاست؟ میگن کربلا. یعنی منطقه زجر و بلا است اینجا. همیست که امام حسین خاک منطقه را میبوسه و میگه که جایی است که جبرائیل امین به پیامبر جد و مژده داده و گفته که امام حسین یا حسین در منطقه کربلا به شهادت میرسه و جام شهادت میشه. بله بله، یقینا. این از ام سلمه، یکی از ام المؤمنین است از زواجات پیغمبر اکرم که همو خاک که جبرئیل از کربلا به پیغمبر آورده بود. بله، او را داد به همو را داد، گفت را نگاه کن تو تا وقت شهادت امام حسین. ام سلمه را گفت تو حیات داری، بازی خونه نگاه کن، خونه خاک نگاه کرد. باز وقتی که امروز عاشورا، حتی در افغانستان در تمام دنیا که سنگ هم شور میدادی از دیرش خون فرار میکرد. اما خاک هم که پیش ام سلمه بود از امام دید که به خون تبدیل شده. یعنی ما تنها گریه نکردیم، پیغمبر هم گریه کرد. هنوز امام حسین زنده بود که پیغمبر خدا به خاطر از اینکه بشارت برش داد که نواسید شهید میشه، پیغمبر خدا، پدرش، مادرش، صحابه کرام همه گریه کردن. زمانی که امام حسین میفهمه که این منطقه کربلاست و جدم برای من مژده داده و گفته که این منطقه است که تو به شهادت میرسی، همینجاست که امام حسین اون منطقه را کلن خریداری میکنه. بله. و پس دوباره به مردم منطقه این را بگونه اما ایا می سازه و برشان وصیت میکنه که هر کسی که از دنیای اسلام می جمعیه شما به بهترین وجه باش از پذیرایی بکنین تا این منطقه و ای کربلا و این جایی که مشهادت جام شهادت می نویشم همیشه این همه تو مردم رفت آمد داشته باشه و کس مانه کسی نشه. فعلا هم جریان داره. شما اونا می بینین از رسانه ها که در اربعین 40 میلیون 50 میلیون نفر میره امونجا. امی 40 میلیون 50 میلیون مسافه کربلا و نجف اینجا و غزنی واری دور است. اما همه قدر را دو طرفه دسترخان پهن است. امون مردم زارید میکنه میگه بیاید. این وضعیت ما هم بود دیگه که از ظاهرین باید همین گونه پذیرایی شد. پذیرایی شد. اونم تو رأس هم یالم. بله ها. در به این که شما خدا قسمتتان کنه برین، ما خودم رفتیم دو بار. پیاده روی، حتی جرابای تا میکشه، برادر گفت پایای تا چاپی میکنن، زاری میکنه، کباب بخو، نان بخو، اما مردم به اشتیاقه که خدا برسانه کربلا. آنچه که امام حسین گفت پس راه روا و پیروای مکتب امام حسین
با وصیتی که امام حسین کرده بودن دارم عملی میکنن امو وصیت و امو گپایشان. امو با گفته شما که امو جایی را که امام حسین اعتراض که در زمین قصبی آل پیغمبر خود دفن نمیکن. بله بله بله. چون آی سنه هر کس ما و شما باشیم در دیره کس اجازه نداریم. بله. اما اونا اول زمین را به فرموده شما خریدن با زمین را به مردم پس دادن. که به خاطر که من امام حسین فهمیده بود که من پس نمیایم. بله. با خود بسیار تمام زندگی خود آورده بود. هم از زن، بچه، خواهر، کلگیشه. یک مادر ابوالفضل که یک دخترکش که برادرش محمد حنیفه قاضی در مدینه موند. بله. دیگه تمام را آورد. تمام اهل بیت آورد. آمیده. تمام زندگی خود آورد دیگه. همی که میفهمه که امو پیام که به امرایش میرسه از جانب حاکم کوفه میپرسه که پیام چی است و چی گفتم. میگه که در پیام قسم آمده که تو باید امام حسین در یک منطقه و یک جای ببری که اصلا هیچ چیز بر زندگی نباشه. امیست که پرسان میکنه میگه این منطقه به نام چی یاد میشن؟ میگن کربلاست. کربلا به معنای کرب، به معنای زجر و ستم است و بلا خونه معلوم مدار که بلا هسته. فرموده شما درست است. قسمه که ما زبان علما شنیدیم میگه در اون منطقه که مثلا از امام حسین رسید دیگه قدم از قدم بر نداشت. یاد امام حسین آمد از گپ جدش از پدرش که برش گفته بودن تو در سرزمین میری که باز اونجا اسبت قدم از قدم بر نمیدار. باز یکی از اون بادیانیشینا و امو و اصطلاح ما و شما می کوچی های از اون منطقه را خواست گفت اینجا را به نام چی میگن که یه شما قدم از قدم بر نمیدارد. گفت این را به نام غازریه میگن. غازریه گفت دیگه نام هم داره. امام حسین گفتش گفت این را به نام کربلام میگن. اینجا بود که امام حسین به یاران خود گفت که پایدار دیگه میکنه طرف اهل بیت میبینه که آنچه که گفتنی دارین این هم اینجا هست دیگه. شور نمیخوری فقط خیمه ها را همینجا برپا میکنن. هم رفته باشی خیمگاه تا حرم امام حسین و قفاصله نداره. خیمگاه فعلا هم جایش همونجا تبرک جور شده. دروازه که اول ابوالفضل چون وزیر دفاع بود در میدان دروازه اتاقش هست. خیمگاهش هم همونجا فعلا هم هست. هنوز اما تو مانده و کس دست نداده یک دست کاری کردن دیگه مقصد. خب بازم تسلیت میگم بر تانایی صاحب. سقاخانه کجا جور شده؟ سقاخانه سقاخانه به نام سر چارسو میگن. بخاطر که ما چندین سال از اینجا بخاطر برنامه پوش برنامه میگم هر سقاخانه به نام یکی از بزرگوارایی که در این منطقه کار کردن از بزرگا و رهروای امام حسین بودن. اما سالا فکر کنم تغییر میکنه. سابق بسته میکردن در این کوچه بنا عزیز معلم بود. باز فعلا همی بچه ها همی خدا یار خیر بده چند سال است که همینجا به نام سقاخانه سر چارسو بسته میکنن. این هم یک نامه؟ یک سقاخانه دیگه داریم اونجا به نام قاضی شواب. یکی سقاخانه دیگه در اون پایین او به نام خافیه هست. آی صاحب از منقبخانی و بارخانی هم بلدیت داری نداری؟ من خود منقبتخان هست. من خود منقبتخان هست. علاقمند منقبه و بارخانی هستم که زنگ دلم میکنه. دیگه خود این روی سرک خونم میشه دیگه. اما تو یک بسیار یک کوتا برستخی تو بالا شمد لبای حسین با یک زبان همه گویان مرحبای حسین بسوخ زور و زیای تزای دا با خدا و بینوایی از غر بهای های حسین ز چار یار نبی و ز چار مذهب پرس که کرده بوسه محمد ز دستعای حسین خموش سربر دیقان دیگر خدا داند ز ابتدای علی و ز انتهای حسین زبان ناطق لال است
در ثنای حسین، مگر ثنای حسین را کند خدای حسین. عمر آورد زبان این سخن با برکات، با باب فاطمه پیغمبر خدا بلند صلوات. این آقای که چه خداوند عمر نصیب کرد. ما پیشت می موجی شد و می جا خسته نباشی و تسلیت باشه برای شما. تشکر از طرف کل ما برای تمام ملت مسلمان تمام دنیا. ما تسلیت عرض میکنیم که حضرت امام حسین علیه السلام، اللهم اقضی حوائجنا شرعیه جزئیه و کلیه، ظاهریه و باطنیه، دنیویه و اخرویه. اللهم اشفی امراضنا و سلم مسافرینا و اخلص محبوسینا و ارحم اموات الحاضرین. بر روی شهدای کربلا بلند صلوات. الله حاجی صاحب، از مکتب امام حسین، از قیادت و رشادت و شهامت و دلیری امام حسین پیرواج باید چی بیاموزه؟ برای ما و شما خیلی خوش ما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد اللهم و خاتم النبیین بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم. حضرت اونا کار کردن که در تمام دنیا عرفان برای مسلمان ها پخش کردن، که قیام حضرت امام حسین، خصوصا گاندی. گاندی کسی بود که از خط و مش حضرت امام حسین علیه السلام ای پیروی میکردن. بله، و به تمام دنیا گفتن که شما هر وقت که قیام میکنید از طرف به خون حضرت امام حسین علیه السلام و فداکاری حضرت امام حسین علیه السلام شما قیام کنین که خداوند شما را موفق داشته باشد. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. حاجی صاحب، همه ساله مراسم و سوگواری به خاطر شهدای کربلا و امام حسین، تمام مسلمانان جهان و خصوصا مردم افغانستان که همه ما خدا را شکر مسلمان هستیم سوگوار هستند. امی سوگواری و امی عزاداری را باید به کدام نحو به کدام شیوه انجام بدیم؟ این طور است که حضرت که قیام خدا به کربلای معلا، اینا 72 تن به شهادت خصوصا از خود اهل بیت حضرت امام حسین علیه السلام، یارانش خصوصا اولادایشان، برادرشان حضرت قمر بنی هاشم، حضرت عباد، اینا خون خدا به خاطر عظمی ریختند که تا قیامت کار و فداکاری حضرت امام حسین علیه السلام ادامه داره و ایر خداوند طرفدار عزیز که حضرت خدیجه دختر حضرت ابوبکر صدیق است، ای همسر حضرت رسول اکرم است. یک وقت حضرت فرموده حاجی های ظلمجان که در دروازه وارد میشه، حضرت امام حسین علیه السلام 3 ساله 4 ساله لاسن میده در سر و سینه و بغل حضرت رسول اکرم جد ما خودم مندازه. این چیز که برش میگه چرا شما گفتی یک وقت به شهادت میرسه در سرزمین کربلا که پیشتر عرض کردم گفتن، و این قیام عزیز از حج میرن زوارا آجی ها که میرن حج عمره، یک ای گفت یک حج ای گفت همتون این با ازار حجی را رسان. بله، کسی که با حضرت امام حسین علیه السلام با کربلای محلا ملحق میشه و میره با زوارینش ایرکونه پای پیاده میرن، و خصوصا در روزای اربعین که نه محرم خلاص اربعینه، یا از مردم از زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از زیارت که میریم در ایران، از اینجا سر تا مشهد، از مشهد تا کربلا را پای پیاده میرن. چه قرار است های سبمی؟ از گفتار
که مردم میگه بسیار زیاد داده گرد. من چرا فکر کنم رفتن؟ آه ما هم رفته، ما هم رفته. بل... بر محمد و آل بیت محمد صلوات. خب آقای صاحب. پیاده روی تو نیست آقا که مثلا از همینجا مردم حرکت کنه در دمام نمیره. نمیرسه واقعا که راه خیلی دور است. پیاده روی اربعین فقط از نجف تا کربلا که مسافه نزمین جده تا غزنی ده. دو طرفه برای دسترخان هموار است. اونمونجا برادر عزت تمه کنه، حرمت تمه کنه. همون فرموده شما که امام حسین همون وصیتش همون مردم انجام میده. و این دیگر یکی خدمت تانر شده که تنها ما ایره مجالس ما بخاطر گریه کردن نیست. در منبرا احکام گفته میشه، جوان ها میایه از انقلاب امام حسین باخبر میشن، سر از یا ناباز میشه. مثلا زنان خانی که پیش برین اینجا چند تا تکیه خانه زناست که خود همی دخترها میایه از احکام خود یاد میگیرن. این در تکیه خانه عمومی یا جعفریه یا دمی سقوخانه آشاره که ما میخوانیم کلش پند و نصیحت است. عمد خداست، نعت رسول خداست و چند کلمه هم از امام حسین میگن. این خوب است جناب آقای صاحب. از دف ما و شما خداست. خداست بسیار. به خاطر که امام حسین به خاطر خدا خود قربان کرده. دقیقاً. اصل گپ نمیست. بار کی گپ نمیست ما. ما میایم مثلا نیم به خدا نزدیک شدیم. آها. چون الان کربلا میری یک دقیقه بی وضو نیست. این زمینه که مثلا میری کربلا تقریبا بسیار امام از دیگه است. چهار تا امام ما که در مدینه است که اونجا کس نمیتونه رفته دیگه کلش در عراق دفن است. این اهل بیت به خاطر از اینکه رسول اکرم گفته مسئله اهل بیت ما مسئله کشتی حضرت نوح است. بله. هر کس که در کشتی سوار شد نجات میابه، هر کس سوار نشد حتی بچه حضرت نوح هم غرق شد. بله. آن ما و شما مسلمان های افغانستان چی سنی چی شیعه آنمی اهل سنت ما برادر ببینی در شهدای صالحین روز ده عاشورا نظر میکنن برادر شور زر نظر دارن در این شور بازار در این کت ما میان در این تکه خانه ما همه این معدف ما خداست. آقای صاحب سوال ما هم اینمی است که در پلی از که مثلا مردم و وطندارا و مسلمان ها در کل سوگوار هستن، در پهلوی از این خوب است که جوان ها نسل بعدی بعد امی مبارزات و فداکاری هایی که امام حسین کرده برشان تازه و ماندگار بمانه. امی است که نسل به نسل. بله. مثلا من پیشتر در داخل تکیه خانه رفتم، در کل از این موضوعات بحث می شد. جوان ها، نوجوان ها، محسن سفیده، خواهرای ما، مادرای ما همشون نشسته بودن و با شور اشتیاق گوش داده بودن و پای صحبت هایشان نشسته بودن. خوب است که در پهلوی همچون موضوع اصل هدف هم نیست. این گریه مثلا ما شما گریه می آید دیگه صحنه کربلا را که هر کس به خانه گریهش می آید. یا مثلا همی جنگ هایی که در افغانستان شد که ما شهیده را دیدیم دوید برچه در اینجا هر کس گریه می کرد. بله. او روز ما فاتحه رفتم در مسجد امام زمان عکس های از وارک دیدم شهر شهر عشق ما آمد که کلش 18 19 20 تقریبا 120 نفر در اونجا عکسش زدگی بود. هر کس مسلمانی که یک ظالم ببینه که یک برای مظلوم گریه میکنه. بازی چی که نواسه پیغمبر خود امتش به یک رقم فجایع شهید کنه. که سیاسترهایشان اسیر کنه، خود از یار برادر گل سر ببره، یک بچهشان که به نام امام زین العابدین علیه السلام دیگه کل مردها را شهید میکنه. یه حاجتی به این است اگر امام حسین امیال در طاق بهشت تمام شهدایشان آرام پاکیزه روحشان شاد است. اما درس بگیریم ما درس بگیریم برادر از مرام امام حسین که هدفش چی بود. امام حسین چوکی نمیخواست، ریاست نمیخواست، دید که دین جدم در خطر است. دید که همی مثلا همی دینه که حضرت پیغمبر جد ما آبیاری کرده، خلفای راشدین زحمت کشیده، پدرم زحمت کشیده، یزید میخواد به یک ثانیه ای کل ازیرا برباد کنه. امام حسین چاره ندید دیگه. آمد در خانه خدا، در خانه خدا موجه یزید جاسوسا و استخبارات خودم گفته بود که اگر در جای گیر کردین سر شبو بونین. اما امام حسین حج ایلا کرد، حج واجب است.
عجب واری تو بیلاکت رایی کربلا همیگه پس هایی وقتی که از موضوع خبر میشه و پیامه که به مقاصده که اما جاسوسی که امرای امام حسین باشن نمیفهم ناموز دقیقا فیلن یادم رفته که میپرسن میگه انت یک موضوعست یارانش همش میگه که های امام باید جنگ بکنی میگه نه ما جنگ نمیکنیم بگذارین که جنگ بگذارین که جنگ اونا آغاز بکنن از اینیش ما بله اونجا که قیمگاهشان برپا شد اول کسی هم که دمرای از یار گرفت اور بود بله اور بود اور بود دمرای از یار گرفت گفت ما اجازه ندارم گفت خیمه را پس بون که مدینه برم گفت نه اجازه نداری ما را خیبان که برم شام پیش یزید کتش گفت بزنم گفت نه گفت بون که ما برم ایران گفت اجازه نیست هر طرف که دید که امام حسین رای چاره آخر گرفت برادر گل همونجا خیمگاه را برپا کرد و پسانش با در روز عاشورا ور پشیمان شد موزه های خود را یک پر کرد در گردن خود انداخت اما تو چارغوک کرده در خیمگاه رسید که گفت من خجالت میکشم که اول کسی که دل حضرت زینب شکستان ما بودم اول کسی که اشتوکار ترسان ما بودم قطعی امام حسین خیلی اشتوکا بود افتا اولاد بود مثلا نگه اولادای دیگه حساب کنه میکنه کس مثلا ریزا ریزه چهار ساله پنج ساله شش ساله هفت ساله یا بود بازمی خود ورم آخری شهید میشه و حال که قبرش برین خدا نصیبت کنه کربلا از کربلا تقریبا اینجا و چهار آسیا واری دوره او هم قومایش برده بود در جای وطن خودش آدم منطقه خودش دفن کردن دیگه افتاد یک نفر سرایش بریدن از ور سرش هم نبریدن باز نوک نیزه سرا را میبرن نزد یزید این سرا را میبرن بسیار مسافه از جرای فلسطین میاین این فلسطین کال قوارام نمیشه یا مردم استن که سرینمی اهل بیت که دمو را تیر میشه خاکستر منداختن خارجی استن یا یزید خو نمیگفت که ما این نواسه پیغمبره نیم خارجی ها دادن خلیفه قیام کرده زنایشان اسیر گرفته مردایشان کشته مردم و مردم دیندار دیگه میگفت البته این همی خارجی خاکستر یا منداختن سنگ یا منداختن آتش در 40 روز یا در 30 روز عراق کجا و سوریه کجا خلافت یزید در سوریه بود دیگه اونجا ما رفتم هم قصرش هم دیدم هم یک مسجد از بنام اموی که خود ماویه در اونجا بوده زندگی میکرده دیگه بسیار یه تاریخ کربلا برادر واقعا که قصه بکنی و بشنوی خیلی دیگه دردناک است مگمی که ما این را پخش میکنین هدف ما مردم تنها گریه کردن نیست براد در این جوان ها چقدر مردم هدایت میشه یک جوان هایی که قبل از محرم مثل ما وری گناهکار بودن یا یک دلش رحم خدا من داده توبه میکنه هدف ما همی از هایی شاید در پهلوی از که مراسم سوگواری را به نشر بسپاریم خوب است که پیام که امام حسین داشت جانفشانی و فداکاری و دلیل مردی که امام حسین داشت هدفش داشت هدفش خدا بود بله امیر هم میخوایم انعکاس بدیم بله هدفش دین خدا بود یزید خود میگفتم شعر آخری خود گفته که بنی هاشم نه محمدی بوده نه خدایی است یه چیزی در شعرش هست در کتاب خود یزید شاعر هم بوده اینم یک کمال داشته که شعر میگفته باز سر امام حسین که میایم پشلوش میمانه چوب خزران هم میخواید و در لبهای امام حسین میزنه میگه کجاست که که دین خدا که که پیغمبر که که قرآن شما کل مردم هم مسخره گرفته بودین همون جاست که حضرت زینب قیام میکنه میگه خدا میگه ما افتخار میکنیم ما پیروز هستیم میگه شما چی رقم پیروز هستی که مردای تو نکوشتیم شما را مسیر کردیم میگه چند روز بعد میبینم حالتت اونمو بود که در کاخ یزید یک انقلاب برپا میشه و بین خودشان و اموی ها تقریبا 80 سال یا حکومت کردن بله بله بیشترین حکومت اموی کرده بله. که بعد از او با در دست عثمانی ها مفته عباسی ها مفته عباسی ها بعد نواس های کاکای پیغمبر خدا بله. بله. عباس کاکای پیغمبر است این طایفه بنی عباس هم یا بنام اهل بیت آمدن اما اصل
یعنی چیز آقا جان نفس بسیار بد شد. خدا دم برادر از برادر جدا میکنه. خدا آدم از مادر ما میگم دستم دالو نمیرسه آلو ترش. هر قاید که در یک گناه برابر شدی نکردی اونو قاید مرد هستی. بله. حالا به نام اهل بیت بسیار برآمدن مرد ما به خاطر جیب خود. گد خورده تمامش به خاطر منفعت ها و به خاطر متاسفانه کال نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیا به نام و به قوم و به این آن تجارت روانه. تجارت است اما تو را بیاره بخیر و سلامت باشین. ما را توفیق بده که رای امام حسین ادامه بتیم ازش پند بگیریم. تنها گریه نیست، گریه برای امام حسین بگید. امام حسین همه رو در بهشت چون پیغمبر او رو در زندگی بشارت داد که الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه، جوان های اهل بهشت هستن. اما تاریخش باید است که یاد شود که هدف از امام حسین چی بود که تقارد باید اگر می آمد خود تنها می آمد. چرا زن آورد، چرا خواهر آورد، چرا دختران آورد؟ فهمیده بود که همه اسلام خون می خواهد. حالا ما شما درخت می شانیم اونتیم خشک می شه. بله. اسلام هم خون می خواهد. ات وقت می شه که به خون ضرورت داره. امام حسین دید دیگه که چاره نداریم دیگه، گفت سرم، اولادم، حتی شما شنیدین شش ماه طفل خودم آورد قربان کرد. دیگه خداوند ما و شما را توفیق بده، شما را هم خدا خیر بده که می برنامه ها را پر میکنین، آرمان و هدف امام حسین را به مردم میرسانین. از شما هم یک جان تشکر میکنم. بخیر و سلامت باشین، به عمر اردیتان برکت، زنده و سلامت باشین، بخیر باشین. خب عزیزای دل، بیننده های عزیز، امیدوار هستم که هانچه که حاجی صاحبا گفت، هانچه که رهرو و پیروای مکتب امام حسین گفت بتانیم در زندگی خود پیاده بکنیم. واقعا که مبارزه امام حسین به خاطر منفعت و قدرت این آن نبود، مبارزه امام حسین به خاطر تحقق عدالت در دنیا بود که به خاطر زمین اهل بیت و فامیل و تمامشان جام شهادت نوشید و به حق پیوستن که انوزم ماندگار است و هموطنا و مسلمان های کل دنیا در سوگشان نشسته و از این دلیل مردی و شجاعتشان انوزم پیروی میکنن و روز به روز اضافه و اضافه تر میشن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.